سلام بچه، خیلی خوش اومدی به مدرسه. فرزاد هستم به همراه آناهیتا. میریم سراغ اجرای زنده پونز از شاهین نجفی. با ما همراه باشید. وقت نوبتی هم باشه، نوبت شاهین نجفی هست. دوباره میریم سراغ همون لایوی که تو گوتنبرگ سوئد اجرا کرده بود و آهنگ پونس که خیلی رو گفته بودین تراکش هم هست. آره، ولی چون ما قبلی رو لایو بشه رفتیم من کلی اون حال داد، خیلی هم گفتن اجرا زنده شو بینید، اصلا کلن با حال تره. من کلن چون اون اجرا انقدر لذت داشت برام و انقدر اکت این آرتیست یعنی شاهین نجفی برای من جذاب بود، دلم میخواست که پس این گرفتیم که اینم اجرا زنده شد. بریم دیگه، بریم ببینیم داستانش چی و چه گفته. برو بریم. حالا من روزال خوبی دارم، مثل حال اغابی فراز، شکل حال جکند بی لفخم، مثل احوال تا جکند بی لبخند. چقدر قشنگ این حالش رو توصیف کرد. خب میگه مثل احوال تار بی شهناز، جلیل شهناز رو میگه و میگه تاری که شهناز نباشه چه حالی داره. استاد تار و ستاره، ستاره ایران. آره، و میگه که تاری که شهنازش نباشه چه حالی داره. چقدر قشنگ جکند بی لبخند. هی داره در واقع چیزایی میگه که ارزششون مشخصه. آره، دیگه با هم کامل میشن. آره، و داره میگه که در حقیقت من الان چجوری میگم اینگاه نیمه گم شدم نیست. شدم نیستش. دود میشه کولومبیا هر روز بین نخهای پاکت کنتم، چقدر قشنگ است. سخت میشه ترانی هر شب توی گیلاس سبز ابسنت. ابسنت بابا عاشقتم، یعنی چه چیزایی میگه. ابسنت که یه مشروب خیلی قویه که سبزه، چون از رازیانه میگیرنش و مزه رازیانه میده، خیلی هم قویه. آره، شما میری یه جام کوکتل اینا سفارش میده، روش آتیش میگیره، روش چون ابسنس الکلش بالاست روش ابسنس میده. فوق العاده از استارای قشنگ استفاده کرده، یعنی میزنه تو خواهد. میگه مثلا دود میشه کولومبیا لا بلای سیگارهای کنت هم. کنت که مارک سیگاره و کولومبیا هم توتون داره و هم ماده مخدر، هم البته توتون و ماده مخدر. و دوباره بیت دومش هم مصرع دوم میگه که توی لیوان سبز ابسنت هم سخت میشه هر شب، یعنی چون ابسنت خب الکلش خیلی زیاده، شعرام سخت میشه. یعنی چقدر قشنگ از این خیلی تعبیرای یعنی پشمریزون، یعنی عشق دارم میکنم. توی گیلاس سبز ابسنت زندگیم مثل بیخ دیواری، توی تاری تکراری با رسمی دوبار میمیرم، دو محمد دوبار مختاری. محمد مختاری نه دیگه فکر کنم بدونی همه دوبار مختاری، دوتا محمد مختاری که تو دو برهه زمانی مختلف از دنیا رفت، متاسفانه کشته شدن. یکیشون خیلی سالا پیش بود. آره، منتقد و نمیسن. بله، و یکیشون هم اخیراً توی اعتراضات بودش کشته شد. دو مختاری اون شبی که صدای آرش داشت توی سلول سر می پشمرد صدای آرش،
بی بی سی و کلهم تیتر اولشون این بود ممه یه فلان کس رو لولو برد اسمان شده میگه من سفر کردم از ترانه شدم کوچ کردم به سرزمین سکوت با گذر نامه ای که رو جلش جای ایران نوشته بود لیلی پور خیلی در این حال که خیلی آدم لذت داره از هنرش ولی چقدر اصلا چه جاهایی بدی میزنه خیلی زیاد نمیخوام در مورد لیلی پوت ناکجا آباد دیگه یعنی یه پاسپورتی میگیره که دیگه ایران نیست روش ولی میگه من همه جا ناکجا آباد غیر ایران برای میگه من از من از ترانه پناه بردم به سکوت یعنی دیگه خواستم ترسدا نباشم از سکوت باشم و دنبالش اونجوری پاسپورت هم میگه اشاره داره به اینکه ما چون که صدامون به جایی نمیرسه مجبوریم که از مرزمون بذاریم بیرون پناهنده شیم یا هرچی یا مهاجرت کنیم به امید یه جایی خفن که استفاده کرده از این تشبیه باحال ساره از گالیور که حالا لیلیپوت رسیده شد تو پناهنده هم که نباشی دیگه وقتی از جای دیگه هستی به هر صورت ایرانی دیگه و وقتی هیچ ساپورتی رو پشت خود احساس نمی‌کنی بدترین چیز دنیا هیچ ایرانی نیستش که دلش نخواد که تو کشور خودش باشه اگه شرطش باشه و این خیلی بده دیگه چون در حقیقت احساس می‌کنی به هیچ تعلق نداری نه دیگه به کشور خودت تعلق داری نه به اونجایی که هستی همین نکته داره و همین لیلیپوت همین حالت رو داره نوشته بود لیلیپوت کشوری که تو اون ستاره میشن با دوتا فیلم بند تنبونی آدماش برگزیده میشن با عاشق داغ روی پیشونی همه عمرشون رو پوز میدن به یه لوحه گلی گندیده رستمن قاتلای سهراوی که به ساز اونا نرخصیده میتونم اون قبلیه لیلیپوت منظورش به تمسخر گرفته کشورمونو که انقدر بیقانون و شاید این مشکل هم داره چون در ادامهش داره این مشکل رو میگه میتونه اون لیلیپوت هم یک طنز تلخی باشه از کشورمون جایی که هنرمندا بی هنر معروف میشن یعنی هنر ارزشی نداره یا مثلا قاشق داغ رو پیشونی میزنی تظاهر میکنی با تظاهر میتونی برسی دیگه و آره دیگه بهرام توی تراک اینجا ایران هم همینو میگفت میگفت که کروات نه یقت رو چی یقه رو ببندی و ریش بذاری که کار بیفته به غلطک آره دیگه متاسفانه همینه چک و بالو بیای سهرامیز کاشتن توی خاک ناباور پیچک سبزشون به افرا رسید تا چه قولی پایین بیاد آخر شعبد بازی تو لباس سفید دلغکی با کلاه شیپوری یه راوین هود سر به راه شده اینا غولایی هم که اومدن پایین عالی شادیمون قد توپ فوتبال و پرچم
سرزمینمون چینی. من هنوزم یه پونزم روی صندلی معلم دینی. به به خیلی خوشگل، خیلی زیبا. پرچم که آره دیگه، ما کم کم داریم میشیم چین دیگه که... همه چیمون چینیه، همه چیز چین داره، همه محصولات چین باشه. الان هم امروز روزم که الان نمیتره کی اومده، ولی الان که دیگه کلن داریم میریم به چین هم میشیم. الان کلن ما استعمال چینی میروزا دیگه، اینی که همه بچه هم میدونم دیگه. و اینکه میگه من هنوزم یه پونزم رو صندلی معلم دینی، هنوزم همه این بدبختی رو از اون داستان میبینم. آره از چشم دین. همین روز حال خوبی نیست، قلب سنگی تو کفش این دنیا. من به روزای شاد مشکوکم، شک دارم ختم ماجرا اینجاست. من سفر کردم از ترانه شدم، کوچ کردم به سرزمین سکوت. با گذرنامه ای که رو جلش جای ایران نوشته بود لیلی. نفسمون گرفت. توی ورس آخرش میگفتش که من هنوز مشکوکم، من اصلا فکر نمیکنم تش اینجا باشه، یعنی که این سکوت، این آرامش ظاهری مشکوکه. میگه من قلب سنگیه تو کفش جهان، میگن یارو میگه من قلب سنگم تو کفش جهان، واسه ناجورم انگار اینجا، یعنی منو نمیخوادم مثل من هضم میشه. پایانش اینجا نیست، پایانش اینجا نیست و ان شاءالله که پایان بهتری داره. آقا پشمام و اینکه رو پاسپورتش به جای ایران نوشته لیلیپوت، همون من فکر کنم که منظورش اینه که به جای ایران یک لیلیپوته، یعنی هیچی سر جای خوش نیست. یه نکته دیگه که بگم، آهنگ نسخه اصلی رو ما گوش نکردیم و اجرای زنده رو گوش کردیم. اگر راجع به این بخوام بگم که فقط با یه ساز، با یه گیتار، با چهار تا آرپیج و تحریرهای فوق‌العاده، چقدر با تحریرهای عالی و با یه ساز و چهار تا آرپیج اصلا منو نابود کرد. خیلی احساساتی شدم واقعا. آرتیست خوبیه. و آرتیست خوب یعنی آرتیست واقعا. من تا حالا غیر زمان که ایران بودیم یه چند تا کنسرت های بچه راک رو میرفتیم که دوستان بودن اکثرا، که حالا میرفتیم و یکیشون که خیلی دیگه رفتیم دیگه از زمان بیرون ایران دیگه خیلی ما کنسرت فارسی اصلا نرفتیم. این ولی خب خیلی دلم میخواد که یه همچین کنسرتی های شاهین یه روز ببینم. آره، خیلی فوق‌العاده است. من که الان اینجوری دارم یعنی قشنگ لمس میکنم، احساس میکنم و اتفاقا خیلی چیزها، شاید بالای 80% چیزهایی که میگه با نظر من همسوه با تو. آره. فکر کنم تو هم این حس داری. و اینکه هر چقدر تعریف کنم کمه دیگه، واقعا من که خیلی حال کردم. یکی بچه گفته از نامجو هم برین. حالا از نامجو هم یه موقع میریم تحلیل میکنیم، مشکل نداره. این موزیکایی که گوش دادیم بعضی موقع ها نامجو رو، حالا شاهین هم که داریم گوش میکنیم خیلی حال میده واقعا. واقعا شاهین نجفی از نظر من یک آرتیسته، حقیقتش رو بخوام بگم آرتیست خوبیه. قبل از اینکه شروع کنیم این برنامه رو و حالا تحلیل کنیم و با دقت بیشتری گوش کنیم این موزیکا رو، من فن شاهین نجفی نبودم. هر از گاهی خب یه آهنگ یه جای شنیده بودم، هر از گاهی یه جای شنیده بودم، ولی خب فیوریتم نبوده، دقت نکردم بهش و
فنش نبودم همیشه، حتی تا یه موقعهای حتی بوده که میگفتم نه چرا شاهین مثلا شاید اینو اینو گوش کنی بهتر باشه. خب ولی امروز و مخصوصا با دیدن اجراهای زندهش که به نظر من کاملا آرتیستیک اجرا میکنه و کاملا بادیش، وایسش، نگاهش، اکتش همش در خدمت آهنگه. حتی میمیکایی که میگیره قشنگ تو رو همه چیز در خدمت اون لیریکی که نوشته فوق العاده خوشحالم که اینجوری نگاه کردم به کارش و دیدم کاملا عوض شده بهش، جوری که امروز روز خیلی دارم میخواد مثلا توی همچین اجرای نشسته باشم و اجرای زندهش رو ببینم و نزدیک لذت ببرم، حتی باهاش صحبت کنم، دیدگاهش نسبت به این چیزایی که مطرح میکنه و نسبت به هنر برام میتونه خیلی جذاب باشه. آره خیلی جالبه و حتما من دوست دارم پا بده واقعا اینو ببینم. خیلی هم عالی بود بچه ها، دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو هم همراه ما بودین، کلی حال کردیم با این آهنگ. باز هم از شاهین نجفی به زودی دوباره ویدیو خواهیم ساخت، اگر که تازه با ما آشنا شدین یا سابسکرایب نکردین، اگه دوست داشته باشین از این بغل میتونین ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که نوتیفیکیشن هم براتون فعال بشه، هشتگ مدبس من و اون آیتم در کلی فضای مجازی به راحتی میتونین ما رو پیدا کنین. و در انتها هم آدرس سوشال مدیامون این پایین، اگه دوست داشتی اونجا ما رو فالو کنی، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. امیدوارم از هر جای دنیا که این ویدیو میبینی پر از آرامش و سلامتی باشه براتون، کلی آدم مشی دوستتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری داشته باشین. خدا نگهدار.